سرخط خبرها. اظهارات یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره عمدی بودن انفجار نطنز. کریمی قدوسی میگوید شاید بازرسان آژانس به اسرائیل اطلاعات داده باشد. بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران در شورای نگهبان. برابری مذهبی، جنسیتی و نژادی پذیرفته نشد. در پی درخواست بیش از 200 دانشمند برای بازبینی در شیوه انتشار کرونا، سازمان بهداشت جهانی میگوید ویروس شاید از طریق ذرات معلق در هوا هم پخش شود. و ضربه سنگین کرونا به صنعت عروسی در هند. سلام، خوش اومدید به یک بخش دیگه خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. اظهارات مستقیم یا تلویحی مقام‌های ایران حاکی از آن است که انفجار هفته گذشته در مرکز تولید سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز نتیجه یک حمله یا اقدام خرابکارانه بوده. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید بازرسان آژانس 6 بار از این مرکز بازدید کرده بودند و ممکن است اطلاعات آن را به اسرائیل داده باشند. انگشت اتهام متوجه اسرائیل است، اگرچه تا به حال مقام های ایران رسما اسرائیل را مسئول حمله معرفی نکردند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. تصاویر تلویزیون ایران از مرکز مونتاژ ماشین های غنی سازی سانتریفیوژ در نطنز. انفجار در ساعت 2 صبح پنجشنبه اینجا صورت گرفت، وقتی که مرکز در شروع تعطیلات آخر هفته تعطیل بود و به همین دلیل انفجار تلفات جانی به دنبال نداشت. مرکزی برای سوار کردن و تست ماشین های سانتریفیوژ پیشرفته. و این تصاویر از بیرون، از آن زل از سالن مونتاژ که چندان صدمه ندیده. از اظهارات مقام های ایران در 24 ساعت گذشته روشن است که این انفجار را عمدی می دانند، نتیجه یک حمله یا اقدامی خرابکارانه. تصاویر ماهواره‌ای از قبل و بعد از انفجار که بی بی سی فارسی دریافت کرده نشان می‌دهد که انفجار در سالن مونتاژ سانتریفیوژ خرابی وسیعی ایجاد کرد، شاید در حد 70%. خرابی که می‌تواند هم نتیجه حمله هوایی باشد و هم نتیجه انفجار بمب در داخل. یک عضو تندرو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که بازرسان آژانس 6 بار از این مرکز دیدن کردند و ممکن است اطلاعات مرکز را به اسرائیل داده باشند. مقدمه‌ای شاید برای فشار بر دولت برای قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و این 15 ماه پیش، وقتی که ایران سانتریفیوژهای پیشرفته‌اش را که در سالن مونتاژ تست شده بود در سالن غنی‌سازی زیرزمینی نطنز نصب و راه اندازی کرد. آغاز بفرمایید. علی برکت الله. علی‌رغم منع آن در توافق هسته‌ای در تلافی به تحریم‌های آمریکا، سانتریفیوژهای IR6 می‌توانند سرعت غنی‌سازی را چندین برابر افزایش بدهند. گزارش شده است که انفجار در سالن مونتاژ سانتریفیوژها ممکن است ساخت این ماشین‌ها را ماه‌ها به عقب انداخته باشد. انفجاری که به گفته سایت نور نیوز که به رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران نزدیک است نوشته نتیجه یک حمله بوده. انگشت اتهام متوجه اسرائیل است که این هفته ماهواره‌ای را صرفاً برای زیر نظر داشتن فعالیت‌های ایران به فضا پرتاب کرد. واقعی صبح پنجشنبه یک بار دیگر افکار عمومی را متوجه فعالیت‌های هسته‌ای ایران کرده و تنش فزاینده بین ایران و اسرائیل. کسرا نجی، بی بی سی. احسان بهروش، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه لند از شهر مالمو در سوئد با ما هست. آقای بهروش، چرا اطلاعات به افکار عمومی به نظر شما داره به صورت قطره‌ای داده میشه؟ اگر این اتفاق افتاده و حمله ای در کار بوده یا انفجاری و مقام های ایرانی فکر میکنن کار اسرائیل بوده، چرا رسما اعلامش نمی کنن؟ ببینین، این چون هزینه اقتصادی داره. ببخشید صدا پژواک میشه. صدای من رو دارین شما؟ صدای شما رو به خوبی میشنویم. بله، بفهمید. بله،
ببینین چون هزینه در واقع مقیاسی که این انفجار در اون مقیاس اتفاق افتاده که خب قابل توجه است و حتی خودشون هم بعدها گفتن که هزینه‌های مالی قابل توجهی رو تحمیل کرده، ببین چون هزینه حیثیتی داره اذعان به این که دوباره ما یک فضا با یک فضاحت امنیتی مواجه هستیم و این باعث میشه که اون پایگاه حمایتی یا در واقع پایگاه مردمی حکومت فشار بیاره که آقا شما چرا جواب نمیدین، چرا پاسخ نمیدین به این تجاوزکاری های اسرائیل. ولی خب از شواهد و قرائن پیداست که کار عمدی بوده، کار در واقع خرابکاری بوده و همه این شواهد در واقع انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل نشانه میره، هم انگیزش رو داره هم تواناییش رو، همونطور که قبلا ما دیدیم مثلا سرقت این اسناد هسته‌ای یا در واقع یه سری تحولات امنیتی دیگه، هم تواناییش رو داره هم اینکه یک به تلویح برخی از مقامات اسرائیل اومدن صحبت کردن، حرف زدن، گفتن که همچین اتفاقهایی در راستای پیشگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران هست. تقریبا همه چیز مشخصه ولی تا یک جهت از یک جهت برمیگرده به اینکه خب باید ببینن این مقیاس و اون مختصات این حادثه چیه، یعنی این یه ذره زمان میبره، ولی خب در کل این مخفی کاری و این اکراه به شفاف به در واقع اعلام شفاف علت قضیه یا اصلا ماهیت قضیه خب برمیگرده به اون محضوریتی که حکومت داره در مقابل حامیان خودش به لحاظ فکر میکنید حالا که این نماینده اصولگرای مجلس هم پای آژانس رو هم به این مسئله کشیده، آیا باید منتظر تنش بیشتر در روابط آژانس و ایران بود و یا اقدامی از طرف ایران که کاهش تعهداتش رو باز در پی داشته باشه؟ ببینین دوباره دارن اشتباهات گذشته رو به نظر من دارن تکرار میکنن، اینکه این رو به آژانس نسبت دادن و زمینه چینی کردن برای اینکه مثلا ایران دیگه رابطهش رو با کلن با آژانس قطع بکنه، به نظر من کار کارشناسی شده و مدبرانه نیستش. ایران باید این گزینه‌های تلافی جویانش رو نگه داره، به این راحتی خرج نکنه، اینها رو نگه داره. مثلا فردا آمریکا میخواد این منع در واقع خرید فروش تسلیحات رو قطعنامه بده، این رو در شورای امنیت ببره، یا فرد اگر آمریکا اومد این مکانیزم ماشه رو این در واقع فعال کرد، ایران این گزینه‌ها رو برای اون نگه داره. کاری که ایران الان باید بکنه این هستش که در واقع بدنه اطلاعاتی و دستگاه اطلاعاتی امنیتی کشور رو از دست مشتی در واقع افراد ایدئولوژی زده سیاست زده که توی اطلاعات سپاه جمع شدن و واقعا نمیتونن اداره بکنن، همونطور که ما چپ راست داریم میبینیم و کشور مدام داره هزینه میده، اون در واقع از اونجا در بیارن و بدن دست کارشناس ها و کسایی که واقعا کار اطلاعاتی و امنیتی بلدن. این که کشور بیاد تمرکزش رو بذاره روی دوتا محیط زیستی و دوتا فعال صنفی و اینها به اسم نفوذ که در واقع اینها میخوان نفوذ بکنن یا از این کارها بکنن و سرمایه رو در واقع اونجا هدر بدن و از اون مشکل اصلی که همین اتفاقها هستش غافل بشن، این نتیجهش در واقع همین میشه. حالا فقط هم انفجار نطنز نیست، قبلا خب سردار سلیمانی ترور شد، قبل از اون ما 2018 اوایل 2018 سرقت اسناد هسته‌ای رو داشتیم، خب این همه مدام این فضا، یا حالا قبل از اونم که انفجار بیدگنه مثلا 2011 بود، شهید تهرانی مقدم، سردار تهرانی مقدم اونجا دوا کشته شد، اینها این زنجیره‌ای از شکست ها و فضاحت های امنیتی بالاخره یک دلیلی داره و اون دلیل به داخل سیستم برمیگرده که اینها اولویت هاشون رو گم کردن به جای اینکه واقعا کار امنیتی کارشناسی انجام بدن و جلوی این اتفاقات رو بگیرن، تمرکز کردن روی دوتا محیط زیست که اصلا هیچ کاره هستن، اینها رو به زندان به اسم نفوذ و جاسوسی و فلان اینها. ممنونم از شما آقای بهروش. میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین‌الملل.
در ایران شورای نگهبان چند ماده از اساسنامه کمیته کشوری المپیک رو مغایر موازین شهر و سه اصل قانون اساسی تشخیص داده و اون رو به دولت بازگردانده. ایراد اصلی شورای نگهبان آن بخش از اساسنامه است که در اون بر مقابله و عدم پذیرش هر گونه فشار سیاسی، مذهبی، نژادی و اجتماعی و تبعیض جنسیتی تاکید شده. مصطفی هاشمی تبار رئیس اسبق کمیته ملی المپیک ایران از اینکه اساسنامه کمیته ملی المپیک به شورای نگهبان فرستاده شده ابراز تعجب کرده و گفته چنین رویه‌ای قبلا وجود نداشت و حتی دولت هم نباید اساسنامه‌های ورزشی رو تایید کنه. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ما هست. آقای رستم‌پور، عواقب اگر این اساسنامه تایید نشه و این اشکالاتی که الان ذکر کردیم ازش در بیاد و بهش و انگشت روش گذاشته بشه، عواقب اون برای ورزش ایران چه میتونه باشه؟ درود بر شما و بینندگان محترم. به طور کلی ورزش کشور در بدترین دوره تاریخی خودش به سر میبره، هم به خاطر اینکه در بحران اقتصادی ایران و فدراسیون‌های ورزشی هزینه هاشون ارزیه و قیمت ارزم هر روز داره افزایش پیدا میکنه، در حالی که اونا در امور جاری خودشون که ریالی هست هم با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستن. و از طرفی در کنار موضوع اقتصادی، فشار فدراسیون‌های جهانی که هرچه زودتر ارگان‌های ورزشی در ایران با موازین بین‌المللی اساسنامه‌هاشون رو تطبیق بدن. می‌بینیم که خب فیفا هم همین مسئله رو با فدراسیون فوتبال ایران داره و هر لحظه در آستانه تعلیق و کمیته انتقالی قرار داره فدراسیون فوتبال ایران. اما این تفاوت وجود داره که فوتبال فقط یه ورزشه، اما کمیته ملی المپیک ایران شامل همه رشته‌های المپیکی میشه و اگر این اتفاق نیفته طبیعتاً ممکنه همون تبعاتی که برای فوتبال ایران ملاحظه می‌کنیم، همچنین تعلیق فدراسیون جدا برای همه رشته‌های المپیکیمون اتفاق بیفته. و خیلی عجیبه که به طور کلی در ورزش ایران صرفاً مسئله دخالت دولت در ورزش نیست، می‌بینیم که دخالت مقامات نظامی در ورزش و در همین مورد اخیر شورای نگهبان، دخالت مراجع مذهبی در ورزش، به جای اینکه باری رو از روش ورزش دارن، مدام دارن به این بار سنگینی که روی شونه های ورزش کشور دارن اضافه میکنن. یعنی ورزش کشور در حال حاضر، مثلا دیروز ما دیدیم که گفته شد پرسپولیس 70 میلیارد تومان بدهی خارجی داره، استقلال به همین ترتیب، فدراسیون فوتبال پرونده های حقوقی داره در فیفا، و انگار ورزش کشور شبیه یک کشتیه که از نقاط مختلف سوراخ شده و همینطور داره آب اضافه میشه و ناگهان خواهیم دید که میتونه این کشتی متاسفانه غرق بشه. ممنونم از شما آقای رستم‌پور. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی با ما. انتظار میره امروز آمار رسمی مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 12 میلیون نفر بگذره. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که نقطه اوج آلودگی جهان به کرونا هنوز در راهه. هشدار دیگه این سازمان اینه که ویروس کرونا از طریق ذرات معلق در هوا هم انتقال پیدا میکنه. همزمان تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به عضویت کشورش در سازمان جهانی بهداشت واکنش هایی برانگیخته. مرتاد فرهمند گزارش میده. فاصله گرفتن از یکدیگر کافی نیست. تا کنون ذراتی که از دهان بیرون می آیند حامل اصلی انتقال ویروس کرونا به شمار می رفت. ذرات سنگینی که روی بدن و اشیاء می افتادند. اما نظر تازه سازمان جهانی بهداشت این است که ویروس سوار بر ذراتی بسیار کوچکتر و سبکتر در هوا سرگردان است. کاراترین شیوه دوری از آن پوشاندن دهان است و بینی. سازمان جهانی بهداشت همچنین هشدار داده که جهان هنوز به نقطه اوج انتشار ویروس کرونا نرسیده. روزهای آلوده تری در راه است. اما رئیس جمهور آمریکا همچنان با این سازمان بیمهر است. تصمیم او به ترک عضویت سازمان جهانی بهداشت، یعنی از دست رفتن 15% کل بودجه این سازمان، آن هم در زمانی که بهداشت جهانی بیش از هر زمانی نیازمند پول است. دونالد ترامپ نظر بحث برانگیز دیگری هم داده. میگوید نرخ مرگ و میر بر اثر کرونا در کشورش به 0.1 کاهش یافته. آیا درست میگوید؟ مرگبارترین روز در آمریکا 21 آوریل یا 2 اردیبهشت گذشته بود، با 2255 جان باخته از کرونا. امروز این رقم به 556 مرگ در روز رسیده، یعنی 1/4. نه آن 0.1 که آقای ترامپ میگوید، مگر اینکه او به جای نرخ کنونی مرگ و میر
پایین ترین نقطه نمودار مرگ را در کل ماه‌های گذشته ملاک گرفته باشد که همین آخر هفته گذشته بود با مرگ و میر روزانه حدود 260 مورد. اما دلخوشی آقای ترامپ را اخباری که از موج تازه کرونا در دو ایالت بزرگ و مهم کالیفرنیا و تگزاس میرسد به هم میریزد. ظرف 24 ساعت در کالیفرنیا بیش از 10,000 مبتلای تازه شناسایی شده. میکده ها و غذاخوری ها دوباره بسته شدند. روند اثرگیری فعالیت اقتصادی که آقای ترامپ بیش از هر چیز به آن علاقه دارد دوباره متوقف شد. در تگزاس هم با شناسایی بیش از 10,000 مبتلای تازه وضعیت همچون کالیفرنیا است. مرتضی فرهمند، بی بی سی. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 153 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون را از دست دادند. بر اساس گزارش‌های رسمی مجموع جانباختگان در ایران به 12,084 نفر رسیده. وزارت بهداشت میگوید در 24 ساعت گذشته نزدیک به 2,700 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم شناسایی شدند. معاون برنامه‌ریزی ستاد کرونا استان تهران با اشاره به وضعیت بیمارستان مسیح دانشوری و حضور بیماران در حیات و پارکینگ بیمارستان گفته این بیمارستان برای بیماران تنفسی است و مراجعه به آن نسبت به سایر بیمارستان‌ها بیشتر است. دکتر علی ماهر به خبرگزاری ایسنا گفته با اینکه بیماران مراجعه کننده به سایر بیمارستان‌ها هدایت شدند، خود بیماران برای بستری شدن در این بیمارستان اصرار دارند و بیمارستان هم نمی‌تواند آنها را مجبور به ترک محیط بیمارستان کند. کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا در کابل به بعضی از هتل‌ها و پارک‌های تفریحی اجازه فعالیت داده. این کمیته گفته چنین تصمیمی دیروز بعد از نظارت و بررسی بعضی از هتل‌ها گرفته شده. طرح زمان کار برای کارمندان دولت و بازگشایی مراکز آموزشی و ورزشی هم مورد بحث قرار گرفته. این در حالی است که طی شبانه روز اخیر 210 مورد جدید ابتلا به کرونا در افغانستان گزارش شده. خوشحال نبی‌زاده رئیس اداره صحت کابل با ما هست. آقای نبی‌زاده، این تصمیم‌های جدید رو گرفتید و به نظر هم میرسه که آمار و ارقام در کابل و در افغانستان نسبت به کشورهای دیگه خیلی کم هست، ولی همزمان شما دارید یک بررسی رو انجام میدید که بر اساس اون فکر می‌کنید که آمار خیلی بیشتر باشه. چقدر فکر می‌کنید آمار بیشتر از آنچه باشه که الان در آمار رسمی هست؟ با عرض سلام حضور شما و شنونده های عزیز رادیوی بی بی سی، تشکر میکنم از شما. در قسمت تصامیمی که شما مطرح کردین هنوز تصامیم نهایی نشده، اون موارد بحث شده رویش، در یک بسته ارائه میشه به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان. بعد از تصویب کابینه، اگر کابینه تصمیم گرفت و اعلان میشه، در غیر از اون نه. برای فعلا به هتل‌های مجوز فعالیت داده نشده، مگر هتل‌هایی که مسافرین میپذیرند و تعداد مراجعینشان خیلی کم است. در قسمت سرویی که ما روی دست داریم و همین اکنون در حال تطبیق است، در افغانستان ما تنها آماری را تا فعلا نشر کردیم که مردم به مراکز ما مراجعه کردند، ما از اونها آزمایش گرفتیم و نتیجه آزمایش که به دست ما آمد رو نشر کردیم. ما فکر میکنیم که آمار واقعی در جامعه به مراتب بلندتر است. ای که میگیم بلندتر، تا زمانی که سروی انجام نشه تخمین کرده نمیتونیم که چی درصدی. هدف از اجرای سروی که روی دست داریم مشخص کردن تعداد افراد است که تا به حال به ویروس مصاب شدن و یا فعلا مصاب هستن به ویروس. و این سروی یا این تحقیقی که شما میگین کی قرار انجام بشه؟ ما روز سوم سروی قرار داریم. دو روز آموزش دادیم به کارمندا، دیروز و امروز رفتن به ساحه و جمع‌آوری داده ها یا دیتا کلکشن، فردا و پس فردا میرن به جامعه. پنج روز وقتی که جمع‌آوری اطلاعات تکمیل شد، اطلاعات تحلیل و ارزیابی میکنیم، قرار تا 20 روز دیگه تکمیل شد و نتیجه ابلاغ شد. و نتیجه نمیتونید بر هیچی رو بگید به ما که فکر میکنید چطور باشه؟ فعلا مشکل است که ما حدس بزنیم. بهتر از روی حدس و گمان فعلا آماری را ارائه نکنیم. دو هفته دیگه انتظار بکشیم ببینیم که تخمینای اکادمیک چی نشون میده. از وقت شما. خوشحال نبی‌زاده، رئیس اداره صحت کابل. تشکر از شما.
بحران کرونا ضربه سختی به صنعت عروسی در هند زده. مقررات ایمنی باعث شده زوج‌ها به جای مراسم باشکوه به برپایی مراسم در فضای مجازی رو بیارن. این باعث زیان سنگین کسب و کارهایی شده که در این زمینه فعال بودن. نیخل اینامدار گزارش میده. اماکن باشکوه لباس‌های آخرین مدل و زرق و برق فراوان برای خوشامدگویی به داماد. از این روز که میگویند در هند عروسی در برابر رکود اقتصادی ضد ضرب است. اما مثل این که در برابر کرونا خیلی هم ضد ضرب نیست. آنوا شوکتی با این واقعیت به خوبی آشناست. او و همسرش زمانی که برنامه عروسی میچیدند 8000 نفر را دعوت کردند. اما وقتی هند وارد قرنطینه شد، آنها عروسی خود را تنها با حضور دو نفر برگزار کردند. اما بقیه از جمله مهمانها، آرایشگران و حتی نوازندگان و البته اقوام و فامیل از طریق اپلیکیشن زوم به این عروسی ملحق شدند. اگه یکی به هم میگفت حاضری از اول همین کار رو بکنی، میگفتم که بله، چون هم درد سرش کمتره، هم خیلی به صرفه است. این حرف ها برای صنعت 51 میلیارد دلاری عروسی خبر خوبی نیست. این رقم مایه امرار معاش و کاسبی برای طیف وسیعی از کسب و کارهاست، از خیاط ها گرفته تا هتل داران و زینتگران و آرایشگران. همه آنها متحمل یک ضربه اقتصادی شدند. نگیتا کنیا که کارش هنابندی است گواهی می دهد. کاسبی ما 90% کم شده. من ماهی 4000 دلار در می آوردم، اما حالا درآمدم زیر 1000 دلار رفته. با وجود فاصله گذاری اجتماعی و دیگر مقررات ایمنی، این گونه اماکن و تالارهای عروسی که پشت سر من هستند تعطیل شدند و خبری هم از بهبود اوضاع نیست. زوجهای هند راه‌های مختلفی برای برپایی عروسی پیدا کردند، اما کسب و کارها به این راحتی نمی‌توانند به وصال پول و درآمد برسند. در آمریکا دانشگاه‌های هاروارد و MIT گفتند دولت دونالد ترامپ رو به دلیل فرمان جدید در مورد دانشجویان خارجی به دادگاه خواهند کشید. بر اساس این دستور اگر دانشگاهی که این دانشجویان در آن درس می‌خوانند کلاس‌ها رو از راه دور یا به اصطلاح آنلاین ارائه کنه، دانشجویان باید به کشورشون برگردن و از اونجا به کلاس‌های اینترنتی وصل بشن. تعداد قابل توجهی از دانشگاه‌های آمریکا گفتند در ترم پاییز برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا کلاس‌های مجازی رو جایگزین کلاس‌های حضوری خواهند کرد. بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. ادامه سختگیری‌های دولت ترامپ به مهاجران، پناهجویان و دانشجویان خارجی. این بار اداره مهاجرت و گمرک گفته دانشجویان خارجی دانشگاه‌هایی که به خاطر بحران کرونا کلاس‌های درس را آنلاین برگزار می‌کنند، توجیهی برای ماندن در خاک آمریکا ندارند و باید به کشورشان بازگردند و از آنجا از طریق اینترنت در کلاس‌ها شرکت کنند، مگر اینکه به دانشگاهی در آمریکا که کلاس‌های حضوری دارد انتقالی بگیرند. آیین‌نامه جدیدی که سبب نگرانی گسترده دانشجویان خارجی، دانشگاه‌ها، وکلا و مدافعین حقوق مهاجران شده، به ویژه که تعداد قابل توجهی از مراکز آموزش عالی از جمله معروف‌ترین ها مثل دانشگاه هاروارد تصمیم گرفتند برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا همه کلاس‌ها را آنلاین ارائه دهند. میترا ناسه، دانشجوی دکترای بهزیستی اجتماعی در دانشگاه بین‌المللی فلوریدا، از دلهره‌های دانشجویان ایرانی می‌گوید. حسی که من دارم حداقل در مورد دانشگاه خودم اینه که همه شوکن، یعنی اینجوری نبوده که کسی آماده باشه برای این خبر که بخواد برنامه ریزی کنه. مثلا دوستان که دانشگاه های مختلف هم هستن، یکیشون میگه من زنگ زدم دفتر دانشجوی بین المللی، اونا خودشون شوکه بودن، میگفتن ما تازه فهمیدیم، بذاریم فکر کنیم خبر میدیم. اصلا بحث نگرانی و استرسی که ایجاد میکنه، داره میگه ترم پاییز یعنی چند هفته دیگه برای خیلی از ماها، شاید حتی یه ماه هم نه، چقدر یه همچین قابلیت وجود داره که تو بشینی از یک کشور دیگه این کار بکنی و حالا چقدر این قابلیت وجود داره که از ایران این کار بکنی که فیلترینگ مثلا وجود داره. ما کلاسامون که آنلاین شده بود، خب اکثر ارتباطمون با استادامون با زوم بود دیگه، من با مادر پدرم با زوم نمیتونم صحبت کنم. یعنی اونقدر لایه‌های پیچیدگی مشکلاتی که میتونه بر هر یه دونه دانشجوی ایرانی پیش بیاد
زیاده که اصلا تو مخیله آدم نمی گنجه و سرنوشت من چی میشه. مثلا یکی مثلا که سال آخره 5 سال سرمایه گذاری کرده، حالا اگه بخواد این تو گرفتن مدرکش براش مشکل ایجاد کنه چی میشه؟ دستاندازی جدید در مسیر زندگی دانشجویان ایرانی در آمریکا که در 3.5 سال گذشته با انواع موانع برای به ثمر رساندن تحصیلاتشان روبرو شده اند. مشکل جدیدی که وکلای مهاجرت میگویند زمان برای یافتن راه حل از جمله شکایت از دولت ترامپ تنگ است. خاطر وضعیت کرونا اومدن استثناء قائل شدن، گفتن که برای ترم بهار و ترم تابستونه تمام دانشجوهای خارجی میتونن کلاساشون رو آنلاین بردارن و خب این روند داشت پیش میرفت. دیروز اداره مهاجرت یه قانونی رو گذاشتن که گفتن که برای ترم پاییز به هیچ عنوان دانشجوهای خارجی اجازه ندارن که تمامی کلاساشون رو آنلاین بردارن. در نتیجه دانشجوها یه جورایی بلا تکلیف الان موندن. اگر که بخوام برگردم به کشورشون، خب برای دانشگاه‌های ایرانی فوق‌العاده این مسئله دشوار هستش، به خاطر اینکه ویزاهاشون یک باره است، یعنی در واقع ویزاشون یک بار مصرفه. وقتی که وارد آمریکا میشن اون ویزا دیگه باطل میشه. اگه برگردن ایران دوباره باید برن سفارت آمریکا ویزای جدید بگیرن که بتونن دوباره برگردن آمریکا. ولی خب مشکلی که اینجا وجود داره این هستش که زمان خیلی کمه. منتظریم ببینیم که دانشگاه‌ها چه تصمیم میگیرن، آیا کلاس‌های حضوری رو برگزار خواهند کرد یا این موضوع رو شکایت میکنن و میبرن به دادگاه. قصه پرقصه دانشجویان ایرانی در دوران ترامپ که این بار بازتاب سیاسی هم داشت. هیلاری کلینتون رقیب سابق رئیس جمهوری به جمع معترضان پیوست و این گام مقام‌های دولت را بی‌رحمی علیه دانشجویان خارجی خواند. اینکه آیا دادگاه‌ها به سرعت وارد این ماجرا بشوند و به شکایت‌های احتمالی رسیدگی و به نفع یا علیه دولت ترامپ رای دهند در هفته‌های آتی مشخص خواهد شد. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. عملا هزاران دانشجو هم حالا باید صبر بکنند و ببینن که نتیجه این شکایت دانشگاه‌های هاروارد و MIT چه خواهد بود. برای تازه ترین خبرها همیشه به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش از bbcpersian.com. همینطور به صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام، اونجا هم میتونید تازه ترین خبرها رو به دست بیارید. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.